نازایی زن رفیق تو چه ربطی به مادرت داره؟ اون دیگه زن رفیق من نیست. محمد، میخوام خودت با زبون خودت برام بگی منظورت چی بود؟ محمد، شنیدم. خیلی خوب، پس تو منظوری نداشتی دیگه، درسته؟ چرا داشتم؟ پس بگو! باید این عبارتش رو بگم؟ حتما. بسیار خوب، پس براتون میگم. سرت پایین انداز، تو چشم من نگاه کن بگو. اگه میخواین بگم، یه چرا اینقدر شرط و شروط میذارین؟ بله، من داشتم به یه چیزی فکر میکردم. سلام. اگر بدونین چی آوردم. اینو پریسا بافته. نگاه کنی چقدر قشنگه. اینقدر ازش خوشم اومد که گفتم یه دونم برای من ببافه. از هر بند انگشتش هزار تا هنر می‌ریزه. محمد، به جون خودت من هیچ قصدی نداشتم. من از شما یا حرفتون ناراحت نشدم. شنیده جریان نازایی دختره رو به باباش گفتم اومده پرت و پلا میگه. یعنی نباید میگفتی؟ آره. مگه میشه؟ چه میدونم، تو آریش کن. من چیزی باید تعریف کنم. خیلی خیلی ممنون. عذر میخوام. بله. ممکنه ظرف یکی دو هفته گذشته خانم یا آقای به اسم افشار اومده باشن اینجا؟ افشار؟ خانم افشار یا خانم یوسفی؟ البته منظورم از آقای افشار یه کامل مرده. ببخشید. الو، کوچه خدمتتون؟ ممکنه مثلا تلفنی با دکتر صحبت کرده باشن؟ به خاطر نمیارم، ولی مطمئنم که خانم افشار نیومدن. ولی آقایی که میگید، نه فکر نمیکنم. ممنونم، خداحافظ. سلامت. بله؟ من دیروز عصر می‌خواستم خدمت برسم ولی متاسفانه فرصت نشد. شما شوهرشون هستی؟ خیر، من به منشیتونم عرض کردم، از آشناهای ایشون هستم. بله، یه چیزایی یادم میاد. فکر می‌کنم به خودشم چیزی نگفته باشم. ولی با شوهرش صحبت کردم. بله. حالا از من چی می‌خوای؟ ببینید دکتر، من اومدم اینجا تا هم از صحت گفته‌های شما مطمئن بشم، هم البته سوء تعبیر نشه، قصد جسارت ندارم، هم از میزان درصد اطمینان شما نسبت به این پرونده اطلاع پیدا کنم. بفرمایید اومدید چونه بزنید و تخفیف بگیرید. حقیقت امر اینه که برخلاف انتظار شما، شوهر بیمارتون موضوع رو به خودش نگفته. خب نگفته باشه، شاید دلش میخواد بعداً. ما متارکه کردن، از هم جدا شدم. بدون اینکه به خانومش بگه؟ بله. حالا من باید ببرم این پرونده رو بدم به خانم افشار. اما اول اومدم حضورتون تا مطمئن بشم. میخوام ببینم از نظر شما، یعنی از نظر علمی، میشه به همچین بیماری امیدواری داد؟ شوهر ایشون چه زود؟
حتما به دلایل دیگه خانمش طلاق داده. بله. خب جوابتونو گرفتی؟ ببخشید متوجه نشدم. آقا تا جایی که به من مربوط میشه تخفیفا رو قبلا دادم. درسته حافظه خوبی ندارم، ولی غیر ممکنه در مورد چنین بیماری صحبت قطعی کرده باشم. همین که پرونده رو بهشون دادم، خب منظورم این بوده که به چند پزشک دیگه هم مراجعه کنن و باهاشون مشورت کنن. شوهرش اینو بهم گفت. بسیار خوب. کجا رفتن؟ پیش کی رفتن؟ آقا من نمیدونم شما با کدومشون نسبت داری، اما مشکل این خانم ابدا اساسی نیست. البته من هیچ قولی به شما نمیدم، ولی معمولا این نارسایی بطنی بعد از گذشت چند سال به دلایلی جا افتادن سن، جراحی یا داروهای جدیدی که هر روز به بازار میاد قابل علاجه. بازم میگم من هیچ قولی نمیتونم به شما بدم. حالا چرا شوهرش خواسته زندگیشو به هم بزنه؟ اون یه امر دیگه ای. بله.
آقای افشار، من باید با شما صحبت کنم. از اینجا برید آقا، فهمیدین؟ از اینجا برید. را میخواستیم پرونده رو بدم به شما. میخواست مطمئن بشید به خاطر چیز دیگه ای دخترتون رو طلاق نداده. همش دروغه. دیگه؟ دروغه یا بی اهمیت؟ هر دوش. این وصله ها به دختر من نمیچسبه. دیگه؟ اگه میدونستم این کار میکنید، این پرونده رو بهتون نمیدادم. دیگه؟ دیگه اینکه برای اینکه این کار کنید لازم نبود برید سراغ رامی. برای چی رفتید کتکش زدید؟ میخواستید دلتون خنک شه؟ اگه اومدی از دوستت دفاع بکنی، باید بهت بگم که دل من از تو بیشتر پره تا اون. میدونم اگه لب باز کنم میگی عیب از دخترت بوده، ولی امیدوارم یه روزی من پیشنهاد بهتری دارم. آقای افشار، بهتره به جای لعنت و نفرین کردن حرف دلتونو بزنید. چون من بهتون نمیگم عیب از دخترتون بوده، بلکه میگم منم از شما و خانومتون خیلی دل پوری دارم که گذاشتید چشم بسته دخترتون ازدواج کنه. شما؟ بله من. من و خانوممو میگی؟ نه تنها به شما و خانومتون میگم، بلکه اگه روزی دستم برسه به... ببینید آقای افشار، اگه به هم بگید مسئول نازا بودن دخترتون من هستم شاید بپذیرم، ولی مسئول ازدواجش با رامین به هیچ وجه. من فقط نشستم و نگاه کردم. نگاه کردی؟ بله، چون چیزی برای گفتن نداشتم. من چیزی از رامین نمیدونستم. میدونستم ولی نه بیشتر از بقیه بچه های کلاس. همون شب عروسی هم خواستم بهتون بگم که آقا من توی این عروسی هیچ دخالتی نداشتم. گفتم اگه بگم فکر میکنید دارم تعارف میکنم. من نمیدونم دختر شما چی پیش خودش فکر کرده بود. ولی من میدونم. چون روزی که اومد موضوع خواستگاری رو برای من و مادرش مطرح بکنه، ازش پرسیدم این یوسفی کیه؟ گفت دائما با شماست. اون گول ظاهر متدین شما رو خورد. شما بهش نگفتید کسی مثل من ممکنه منافق باشه؟ فکر نمی‌کنم مریم خانم با شما هم عقیده باشن. یعنی شما دختر منو بهتر از خود من می‌شناسی؟ من باید به کارم برسم. شما موضوع رو به خانواده‌تون نگفتید، درسته؟ به شما ارتباطی نداره آقا. من دیروز رفتم با دکتر مریم خانم صحبت کردم. ظاهراً موضوع اونطورام که رامین جا انداخته 100% نیست. منظورم اینه که اونقدر هم ناامید کننده نیست. میشه امیدوار بود. دیگه راجع به دخترم چی میدونی؟ چرا زمانی که توی دانشکده بودین این دخالت‌ها رو نمی‌کردین؟ کاش صحبت از گذشته دردی رو دوام می‌کرد. آقای افشار، ازتون خواهشی دارم.
از اینجا برید آقا، از اینجا برید. اگه تا حالا موضوع رو به خانوادتون نگفتید، این پرونده رو بدید به من. آوردمش چون شما میخواستم در جریان باشید. حالا میبرمش چون... ببینید آقای افشار، این قابل درکه که چرا نمیخواید موضوع رو به دخترتون بگید. میخواستم بهش بگم اما نتونستم. اگه اون روزی که اومده بود پیش شما بهش گفته بودین، من الان توی این مخمصه نمیافتادم. منم میخواستم بهش بگم اما نتونستم. آقای افشار، من از شما هیچ انتظاری ندارم. نه انتظار دارم از من خوشتون بیاد، نه اینکه درکم کنید. فقط جلوی سعیم رو نگیرید. که چی بشه؟ نمیدونم. فکر کنید من آدم فضولی هستم. بذارید این پرونده رو ببرم به چند تا دکتر نشون بدم. خود منم میتونم این کارو بکنم. دلیلی نداره به من اعتماد نکنید. دلیلی نداره؟ نه. بدینش به من. مطمئن که شدم با همینجا تماس میگیرم. بهتون قول میدم شما زودتر از من مایوس میشید. اینجا آدم به تنها دخترش بگه نازاست، کار راحتی نیست. بسیار خوب. این پرونده، اینم شما. شمارتون. میای بریم؟ Thank you.
هنوز بیداری؟ آره. میخوای برای چای درست کنم؟ دارم. خوش به حالت، هنوز میتونی مطالعه بکنی. من که اصلا وقتشو ندارم. طریق از یه خط. قصه نخور. بعضی وقتا چیزایی مهمتر از مطالعه هم هست. آره. مگه منم با این حرفا دلمو خوش کنم؟ این بارون شمالم که تمومی نداره. ممنونم آقای دکتر. پیش اطبای دیگه هم رفتی؟ بله. پیش چند طبیب؟ حسابش از دستم در رفته. یادم مدت پیش یه جوانی این پرونده رو آورده بود پیش من. اشتباه نکنم شوهرش بود. اون هم میگفت به اطبای زیادی سر زده. البته ما دکترها سعی میکنیم تو کار همکارامون دخالت نکنیم. ولی یادم وقتی داشت میرفت اونقدر مایوس بود که بهش گفتم معلومه نه اطمینانی به دکترها داری نه اعتقاد به خدا. ممنون آقای دکتر.
خسته نباشی بابا. خوش اومده بابا. علی خیلی پیش این هم شد فیل هی بکش 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 یه دونه زنم توش نیست من میخوام برم بر خودم چای بیارم شما میخوری؟ نه محمدم چایی میخوری آقا؟ بله مادر اگه زنم نیست چشم بلدن بیان فیلم منو بسازم من میخوام باهاتون صحبت کنم پدر من دارم تلویزیون میبینم بسیار خوب پس بگید ما کی میتونیم با هم صحبت کنیم راجب چی؟ خودتون میدونید راجب چی راجب درباره ازدواجم این صحبت ها به زنا مربوط میشه برو با مادرت حرف بزن اگه من با مادرم صحبت بکنم اگه همه چی رو براش بگی شک دارم میگه تو این خونه اسم تو بیاره حاج خانوم حاج خانوم بله بیا محمد باهات کار داره حوصله کن محمد مگه چایی نخواستی؟ بذار ببینی دست گلش سر چی عقلش از دست داده؟ سر چی؟ شما لطفاً خودتون رو پشت مادر قایم نکنید محمد اگه اون روز بهت گفتم باید حرفتو بزنی امروز دارم بهت میگم اگه چیزی که تو سرت به زبون بیاری اگه فقط به زبون بیاری به خدای احد و واحد قسم به جبر ندید من هنوز خودم نمیدونم که واقعا این کاری که دارم میکنم درسته یا غلطه شما دیگه بهم زور نگید خب درست یا غلطش باید اول منو کفن کنی پس اینطوری میخواین حرفتون رو به کرسی بشونید بله چیکار داشتی محمد؟ هیچی فقط میخواستم بدونم که توی این خونه عقیده دیگرونم مهم هست یا نه پدرم جوابامو دادم این که حالش خوب بود
چند یه دقیقه تنهاتون میذارم باز شروع میکنی؟ بله بفرمایید. گوشی محمد. بله مادر. محمد به خون احمد قسم اگه یه دفعه دیگه باش بگو مگو بکنی اسمتو نمیارم. هر چی گفت نباید جوابشو بدی. نمیفهمی سن و سالی ازش گذشته؟ جر و بحث میکنی میری تو اتاق فکر عاقبتشو نمیکنی. بار آخرت باشه که راجع به عشق و حافظ و نمیدونم اینجور چیزو باش بحث میکنی. برو گوشی رو بردار یا آقا هست. بله. جناب محمد منصوری؟ بفرمایید. سلام عزیز جون. اندونلسی هستم. ببخشید. من اصلا به جا نمیارم. خب نبایدم به جا بیاری. چون ما همدیگر رو نمیشناسیم. غرض از مزاحمت. منصوری جون، من یه سینمایی خریدم که مدت‌ها درش بسته بوده و متروکه شده. حالا برای راه اندازیش احتیاج به تجدید فضا داره. زنگ زدم ببینم که ببخشید آقای اندونلسی عزیز جون. بله آقای اندلوسی، من اگر برای کار تماس گرفتید بله بله عزیز جون، شماره تلفن تو از دفتر نمایشگاه گرفتم. بدیهیه که نمونه کارتم اونجا دیدم، برای همینم. آقای عزیز شما چرا مجال صحبت به دیگران نمیدین؟ من اصلا وقت ندارم. این که دعوا نداره، منم تا بهار عجله‌ای ندارم. راستش کارت عالی بود. نه خیر قربان، نه خیر، کار من توی فرنگسرا خیلی هم افتضاح بود. لطفا دست از سرم بردارید. Thank you.